چندی پیش مرکز فرهنگی خانه بشریت هیومانیتی هاوس در شهر لاهه هلند میزبان اولین پیشنمایش مستند پشت دیوارهای بلند بود. این مستند جدیدترین تولید تصویری رادیو زمانه است. پشت دیوارهای بلند ساخته فرید آئری نژاد مستندساز ایرانی ساکن آلمان است. این مستندساز بیشتر مسائل حقوق بشر را سوژه کارهای خود قرار می‌دهد. پشت دیوارهای بلند به زندگی و مرگ در زندان‌های ایران در سال‌های 57 تا 67 پرداخته است. در این فیلم با چند تن از قربانیان شکنجه و اعتراف‌های اجباری در آن سال‌ها گفتگو شده است. این فیلم روایتگر شکنجه‌های جسمی و روانی، اعدام، اعتراف‌های اجباری و اشک‌ها و رنج‌های زنان و مردان جوانی است که با آرمان‌های والا در انقلاب 57 حضور داشتند تا حکومتی مستبد را سرنگون کنند و جامعه‌ای آزادتر بسازند. اما امیدها و مبارزات جوانان آن نسل ثمر نداد و به جای نظامی دموکراتیک، جمهوری اسلامی شکل گرفت. نظامی که در آن زندان، شکنجه و اعدام از ابزارهای اصلی اعمال حکومت و قدرت سیاسی است. در حاشیه پیشنمایش این فیلم در لاهه با چند تن از حاضرین و بینندگان این فیلم گفتگو کردیم. فیلم خیلی سنگینی بود برای من. خودم از ایران هستم ولی تا حالا درباره این داستان نمیدونستم چه چیزایی در ایران شده و خود من از 87 هستم و 66. وقتی که شنیدم خودم یک لحظه شوکه شدم، چرا من اینا نمیدونم؟ من میدونستم درباره مشکلات و زندانیا داستانش کوچیک، یعنی یه تیکه از کل داستان میدونستم. خیلی برای من سخت بود که درک کنم که خودم کسی که معلم هستم، تاریخ میدم و خیلی برام مهمه، این تیکه رو نمیدونستم. این تیکه شوکه کوچیک بود برای خودم و همون لحظه که فیلمو دیدم سوالی هم که کردم، گفتم وقتی که من اینقدر اکتیف هستم میخوام بدونم نمیدونم، پس کسای دیگه هم شر هستن که ندونن. به خاطر همون سوال منم که چه شکلی من میتونم این تاریخمون و این تیکه تاریخو بگم بدون اینکه کسی رو بخوام بگم چی خوبه یا بده. این محمد نبودی ریتم داشت، به جاهایش سکوت بود سینه میزدن. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، که میخوندم بعد به جایی قطع میشد، فقط صدای سینه میومد. با این سینه سینه کابل میزدن بازجوها. فیلم در کل خوب بود. من بعدش خیلی مثبتی ازش داشتم. به نظرم احساس میشد که شاید خود امکانات شاید خود کم باشه، ولی پیغامش رسا و مشخص بود. من در آخر نتیجه مثبت گرفتم ازش. این چیزی که در آخر به نظرم برای خیلی ها، دقیقا تو این سالن که نشسته بودیم، خیلی ها انگار یه برداشت منفی کرده بودم، برای من دقیقا برعکسش شد. من برداشت مثبت داشتم، مخصوصا تو که آخر که تمام شد به نظرم خیلی راحت نشون میداد که به عهده تماشاچی میذاشت که چه برداشتی بکنه، و برداشت من خیلی مثبت بود و یه خود تو هم با مسخره که از اول با امید دادن شروع شد و آخرش هم امید، حالا امید واهی انگار. خوش آمد از اینجور طرز بازی با فکر تماشاچی. حواس پنجگانت رو ازت میگیرن، محدودش میکنن، نه میتونی حرف بزنی، نه چیزی میبینی، نه میتونی حرکت بکنی. زن دیگه رو دیدم که پاهاش زخمی بود و ناله میکرد، که من دیدم خودش رو زمین میکشه میره، چهار دست و پا میرفت. دخترها و پسرهای جوانی که هنوز سالها رو در پیش داشتند، که چقدر دوست داشتنی بودند، چقدر زجر کشیدند، دیوانه شدند و یا خودکشی کردند. دلم خواست ببینم که این فیلم چه وقایعی رو میتونه برای من مشهود کنه، چیزهایی که ما اونجا موقع نمیدونستیم آیا الان با دیدن این فیلم میتونیم مثلا بهشون پی ببریم یا که نه. فکر میکنم بخشی که یکی از این مصاحبه شوندگان توضیح میداد، فکر میکنم یکی از توابان بود و توضیح میداد که چطور متاثر شده بود از دیدن حجم جنایتی که اون زمان اتفاق افتاده بود.
و اون برای من خیلی خیلی متاثر کننده بود. توی زندان هزار نفر بود دیگه، یعنی اینجوری زندگی میکردیم. اتاقایی بود که کاملا پر شده بود، 100 نفر 150 نفر، نه غذای کافی داشتیم، نه توالت داشتیم، نه حمام داشتیم، و فقط بازجویی بود، شکنجه بود و همین. بعد مادر خدا بیامرز منم دم در یهو دیدم چشای گریون و اینا دارن منو با لباس تو خونه من تو دارن کشون کشون میبرن. صداشو شنیدم که من بچه‌مو کجا منم میام. اینم گفتم باشه تو اینم ورش داری ببر. سر همین حرف 2 سال تو زندان بود بیچاره. گلنگلنو کشیده بود، صداشون همشون اومده بود و اومد اصلا یه دونه بودش، یه سه بودش، گذاشت تو شقیقه من. اون موقع تازه میفهمین که دیگه واقعا بچه بودی. اون تا اون موقع فهم میکرده خیلی بزرگی، ولی مثل بیت من میگرد. مسئله اصلی اینه که به هر حال اتفاقاتی در این دهه افتاد، این دهه نوجوانی من هستش، دهه که من درش زندگی میکردم، و تا اندازه‌ای با دردها و ترسای هم سن و سالای خودم تو اون زمان آشنا به سال هستم. خود من هم فعالیت سیاسی میکردم اون موقع، مثل هر تقریبا مثل هر کس دیگه که بعد از انقلاب اون موج و هیجان انقلاب گرفته بودش. خب خیلی از دوستان من زندانی شدن، خیلیشون کشته شدن، خیلیشون در جبهه کشته شدن، خیلیشون در زندان کشته شدن، یا مجبور شدن که سالهای زیادی در زندان بگذرن. خود من مجبور شدم که کشورم ترک بکنم و سالیان سالی که الان خارج از کشور هستم. و خب این هم همه اینها ناشی از اتفاقاتیه که یک زمانی در یک دوره زمانی صورت گرفته و اون ابتدای انقلاب، کمی پیش از انقلاب و دهه‌ای که ما به دهه 60 ازش یاد میکنیم. توی فیلم چیزی که دیده میشه اینه که تاکید شما بر منابع زنده و شاهدایی هستن که از اون دوره حالا بر ترتیبی سالم موندن و جونشون از دست ندادن. به غیر از این تاکیدی که حالا استفاده از شاهدان زنده، چه منابع دیگه شما استفاده کردید یا در دسترس داشتین که بتونید در کنار این شهادت‌های افراد باقی مونده از اون زمان استفاده کنید برای توی فیلم؟ خب منابع دیگه در حقیقت رجوع به روزنامه ها هستش، رجوع به کتاب هایی که خاطراتی که دیگران نوشتن، افراد نوشتن. یکی از مشکلات توی کار مستندسازی ایرانی خصوصا که رویه خبرنگاری درش قوی باشه اینه که متاسفانه دسترسی به تمام زوایای یک ماجرا امکان پذیر نیست. به طور مثال من خیلی دلم میخواد برم با دادستان صحبت بکنم، میخوام با حاکم شهر صحبت بکنم، با افرادی که دستن در با بازجوهای اون زمان صحبت بکنم، بدون اینکه بخوام لزوماً کسی رو به سلام پیش قضاوتی داشته باشم به حساب. ولی خب این امکان باید وجود داشته باشه در یک محیط باز، در یک محیط باورمندانه، که من در حال حاضر نه تنها من، خیلی ها چنین امکانی رو ندارن. یعنی شما زنگ بزنید و یا برید، اگه برید ایران خب شما سعی کردید که تماسی برقرار کنید برای در حقیقت استفاده توی فیلم؟ من سعی کردم بله بازجو پیدا بکنم، یکی دو جا هم حتی نشونه هاش بود، تماسایی هم گرفتم، ولی متاسفانه حاضر نبودند صحبت کنم. برای همین خب در این فیلم اگه چیز بپرسن که چه چیز جدیدی، چه فرد جدیدی یا چه نوع تیپ جدیدی در این فیلم حضور داره، من میتونم بگم فردی به اسم جاوید هستش که تواب بوده. و خب تواب از نوع توابین انواع داشتن و اون سطح همکاری میتونست متفاوت باشه، و ایشون خب بیشتر به کارهای تمیزکاری و باغبونی و ساختمان‌سازی اینها میپرداختن. خب این برای من خیلی جالب و خیلی خوشحال شدم که همچین فردی تونستم پیدا بکنم، برای اینکه میاد از پشت دیوارهای، از پشت بندها میگه، از اتفاقاتی که اون ور داشت میافتاد، از کوه
کفشی که دو روز با کامیون باید کفش خالی بکنن، کفش کسانی که اعدام شده بودن تو اون دوران.